سلام به شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام نحوه نصب یکی از کیف پولهای نرم افزاری رو تحت عنوان کیف پول کلیور بهتون آموزش بدم. اگر که گوشی که دارید استفاده میکنید سیستم عاملش اندروید هست که میتونید از گوگل پلی این کیف پول رو دانلود کنید و من الان توی گوگل پلی هستم. قبل از اینکه دانلودش کنم خواستم آیکون این کیف پول رو ببینید که یه وقت اشتباهی دانلودش نکنید. خب برای نصب و دانلودش کافیه که روی گزینه اینستال کلیک کنیم و منتظر بمونیم که دانلودش تکمیل بشه. همونطور که میبینید کیف پول کلیور دانلود شده و برای باز کردنش کافیه که من روی گزینه اوپن کلیک بکنم. برای اینکه بتونیم وارد مراحل بعد از این بشیم کافیه که توی این قسمت تمام قوانین و قواعدی که گفته شده رو باهاشون موافقت کنیم و برای این کار لازمه که این آیکون رو به سمت راست تصویر ببریم و بعد روی گزینه کانتینیو کلیک بکنیم. خب اگر شما پیش از این کیف پول کلیور رو نساختید و با اپش کار نکردید، باید روی گزینه اول یعنی گزینه کرییت ولت به معنای ایجاد یک ولت جدید کلیک بکنید. در غیر این صورت اگر که قبلا این کیف پول رو نصب کردید باید روی گزینه ریستور ولت کلیک بکنید که ولت قبلی خودتون رو بازیابی کنید. و چون من اولین باره که میخوام روی این گوشی کیف پول کلیور رو نصب کنم روی گزینه کرییت کلیک میکنم. همونطور که میبینید وارد چنین صفحه میشید که از شما یک سکیوریتی کد یا یک پین کد میخواد و اینجا شما باید یک کد 6 رقمی رو وارد بکنید و فراموش نکنید که این کد 6 رقمی رو باید همیشه یادداشت بکنید و همیشه یادتون باشه، چون که بعداً برای وارد شدن به این پول لازمه که از این کد استفاده کنید. بعد از اینکه شما یک بار کدی رو که زدید وارد کردید، باید مجدداً همون کدی رو که یک بار وارد کردید واردش بکنید. خب همونطور که میبینید الان توی این صفحه به شما یک سید فریز یا ریکاوری فریز داده میشه. این سید فریز ها کلماتی هستن که شما باید حتماً یک جا یادداشتشون بکنید که در صورتی که به هر دلیلی کیف پولتون پاک شد، به هر حال کیف پول نرم افزاری هست و امکان پاک شدنش هم وجود داره، باید اینها رو یادداشت بکنید که برای بازیابی کیف پولتون به این کلمات نیاز دارید. بعد از اینکه این کلمات رو یادداشت کردید باید روی گزینه I've written it down یعنی قبلا اینها رو یادداشت کردم کلیک بکنید و توی این صفحه جدیدی که باز میشه از شما میخواد که این 12 کلمه‌ای که بهتون داده رو به ترتیب توی این صفحه وارد بکنید و بعد از وارد کردن توی پایین صفحه روی گزینه Verify کلیک کنید. و همونطور که میبینید توی این صفحه بهتون میگه این 12 کلمه ای که بهتون داده شده رو نباید هرگز در اختیار کسی قرار بدید و شما باید این رو به سمت راست بیارید که یعنی تمام چیزهایی که بهتون گفته شده رو میپذیرید. روی گزینه Next کلیک میکنید و در نهایت روی گزینه OK کلیک میکنید. توی این قسمت از شما یک ریفرال کد میخواد. توی این قسمت میتونید کد مربوط به من رو وارد بکنید، البته بایدی در کار نیست ولی اگر این کار رو بکنید من ممنونتون میشم و این کد هم به این صورته، باید H3TSY و 0 رو بزنید و بعد روی گزینه Confirm کلیک کنید. خب در ادامه شما میتونید اثر انگشتتون رو فعال کنید که هر بار که خواستید وارد بشید لازم نباشه اون کد 6 رقمی رو که اولین بار وارد کردید وارد کنید و فقط با اثر انگشتتون وارد بشید. و چون این تلفن من نیست من روی گزینه اسکیپ کلیک میکنم، ولی شما برای اینکه بخواید اثر انگشتتون رو فعال کنید باید روی گزینه اول یعنی انیبل کردن کلیک کنید.
و بعد از اون شما وارد صفحه اصلی کیف پولتون میشید و توی این صفحه همونطور که میبینید پیام خوش آمدید به کیف پول کلیور رو هم بهتون داده. این کیف پول به شدت کیف پول خفنیه و همونطور که میبینید یه سری کوین ها رو برای شما اینجا نشون میده و اگر خواستید کوینی رو اضافه کنید توی قسمت سرچ میتونید اضافهش کنید. مثلا اگر خواستید تتر رو به این کیف پولتون واریز کنید، من USDT رو سرچ کردم. همونطور که میبینید الان یه تتر TRC20 دارم که مربوط میشه به شبکه ترون و دومی تتر ERC20 هست که مربوط میشه به شبکه اتریوم، که من قبلا بهتون این رو گفتم که بهتر از شبکه TRC20 استفاده کنید، چرا که میزان کارمزد کمتری رو بابتش پرداخت میکنید. خب بعد از این که وارد این صفحه شدید یه پیغام بهتون میده که باید روی گزینه I understand کلیک بکنید. حالا اگر خواستید، خب من در حال حاضر هیچ تتری توی این کیف پول ندارم، اگر خواستید از حالا صرافی یا یک کیف پول دیگه تترتون رو به این کیف پول انتقال بدید، از این پایین گزینه ریسیو رو انتخاب میکنید و اگر توی این کیف پول تتری رو ریخته بودید و خواستید برای کسی بفرستید میتونید گزینه سند رو انتخاب کنید و به همین ترتیب برمیگردیم توی صفحه اصلی و میتونید بقیه کوین هایی که مد نظرتون هست رو توی این قسمت سرچ کنید. خب به پایان این آموزش رسیدیم. مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم. و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید.